سلام میوی ماهتون، امیدوارم حالتون عالی باشه. یه سوال خیلی از هم میپرسید، اونم اینه که برای رفع رفلاکس اسید معده چی باید بخوریم. میخوام تو این ویدیو به این موضوع بپردازم. مثلا همیشه اگه به موضوعات پوستمو سلامتی زیبایی علاقه مندین، خوشحال میشم که چنل یوتیوب هم سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید، نظراتون رو تو کامنت برای من بنویسید. اولین و مهمترین بچه زنجبیله. زنجبیل باعث کاهش درد شکمی شما میشه. خاصیت ضد التهابی داره که رفلاکس اسیدتون رو کاملا بهبود میده. کافیه یه سری برش های زنجبیل رو توی آب داغ بریزید و استفاده از شکر و قند در این نوشیدنی میتونه البته رفلاکستون رو یادتون باشه بدتر کنه. وقتی که خود در از زنجبیل رو انداختین تو آب جوش، بعد اونو کاملا از صافی مجددا ردش کنید، اونو میل کنید کاملا. با حال دوم خوردن موزه. خب خوردن موز رفلاکس اسیدتون کاملا درمان میکنه و باعث بهبود میشه. بعد این ماسته. ماست میتونه بچه با اسیدیتی معده مبارزه کنه. ماست شیرین نشده با مصرف فقط بکنید و سعی کنید از ماست کم چرب یا بدون چربی استفاده کنید. غذای پرچرب هم میتونه فشار موجود در اسفنکتر معدتون رو کاهش بده و همین هم موجب میشه که هضمتون و زمان زیادی نیاد و رفلاکستون بدتر بشه. خربوزه هستش که خربوزه مانند موز یکی از مواد قلیه محسوب میشه. سعی کنید طالبی، هندونه یا خربوزه رو در اسموتیتون حتما به کار بگیرید. سبزیجات سبز رنگ مثل مارچوبه، کلم بروکلی، کلم پیچ، اسفناج، اینها هم به درمان کمک میکنن. جوی دوسب باعث بهبود نشانه رفلکس میشه که میتونید به همراه شیر یا شیر بادام کمچرب اونو میلش کنید. آدامس که جویدن آدامس میتونه آب دهان و تولید بزرگ رو بیشتر کنه. همین هم موجب میشه مقدار اسیدی که در میوه وجود داره کمتر بشه و کلن باعث درمان بشه. این ها یه سری راحل های طبیعی هستش به حال برای درمان رفلکس اسید معده. اینها به نظر من خوبه تو برنامه غذایتون داشته باشین و اگر شما درمان بهتری هم سراغ دارید تو قسمت کامنت ها بنویسید برای من که ببینم که چه چیزهای دیگه میتونه بهمون کمک کنه. و اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنید، کامنت بذارید و برای عزیزانتون هم بفرستید. مرسی.